تو بخش اول تلاشم این بود که مقدار مفهوم به اصطلاح حزب انقلابی و به اصطلاح جوهر این مسئله رو توضیح بدم، که این قسمت دوم بتونیم تمرکز کنیم روی اینکه از لحاظ عملی چه کارهایی باید بکنیم برای اینکه این مفهوم رو بتونیم در عمل تحقق بدیم. یه دلیلی که این کار رو کردم هم این بود که اگر درست جوهر مسئله رو درست درک کنیم، به اشکال زیاد به صدا خودمون رو مقید نمی کنیم. یعنی اگر بفهمیم نقش حزب انقلابی چیه، به چه دلیل ما میگیم این حزب انقلابی ضروریه، در شرایطی هم که یه حزب انقلابی وجود نداره چجوری میشه، به چه اشکال دیگه‌ای همون وظایف رو انجام داد. یعنی مثلا میگم فرض کنید در یه دوره‌ای که یه حزب انقلابی بزرگ به اصطلاح با نفوذ طبقه کارگر وجود داره، خب همه ما میریم عضو همچین حزبی میشیم و از این طریق فعالیت میکنیم. ولی توی شرایطی همچین حزبی نیست، خب شکل سازماندهی مثلا این عناصر آگاه برای اینکه این وظایف رو انجام بدن میتونه یه شکل شبکه‌ای باشه، نه الزاماً یه شکل حزبی. یعنی شکل میتونه تو شرایط مختلف عوض بشه، به شرطی که ما محتوا رو بفهمیم و اصل قضیه رو بفهمیم. از این زاویه بود و اتفاقا امروزه باید سعی کنیم با هم یه مقدار گفتگو کنیم، ببینیم این شکلی که مناسب و وضعیت فعلی ما چیه برای انجام این وظایف. از این لحاظ بود که من تأکید کردم که نقش حزب انقلابی، اون چیزی که تعریف اصلی حزب انقلابیه، اینه که واقعیت جامعه سرمایه‌داری و شکل ویژه انقلاب سوسیالیستی به ما نشون میده که پیروزی انقلاب سوسیالیستی مستلزم فعالیت هدفمند طبقه کارگر. یعنی بدون اینکه طبقه کارگر آگاهانه اراده کنه که باید از سرمایه‌داری خلعیت کرد، نمیشه در این انقلاب پیروز شد یا گذار به سوسیالیسم رو آغاز کرد. سوسیالیسم یه چیزیه که بدون خلعیت از طبقه سرمایه‌دار اصلا نمیتونی دوره ساختنش رو آغاز کنی. به همین خاطر به نظر من نقش اصلی حزب انقلابی در واقع همینه، یعنی یه ابزاری است که به واسطه اون بخش آگاه طبقه بتونه این عنصر هدفمندی رو وارد جنبش طبقه بکنه، وارد مبارزات طبقاتی کارگری بکنه. یعنی بنابراین بخش آگاه طبقه، حالا مهم نیست چقدر گنده باشه، یه فرد باشه، محافل باشن، حزب باشه، هر چی که هست، این بخش آگاه باید برای به اصطلاح خودش یه استراتژی انقلابی داشته باشه. یعنی آگاهی اساسا فقط معنیش یعنی این، یعنی این که تو یه استراتژی برای رسیدن به این هدف داری. مبارزه طبقاتی رو هدفمند کردن یعنی این، یعنی باید یه استراتژی داشت، بر اساسش یه برنامه‌ای رو برای تغییر جامعه تدوین کرد که این برنامه بتونه پایه‌های وحدت و همکاری به اصطلاح ماها بشه برای اینکه بتونیم وظایف رو به صورت جمعی انجام بدیم. بنابراین این وحدتی که اساسش وظایف حزب انقلابی رو، نمیتونه ایدئولوژیک باشه، نمیتونه تئوریک باشه، بلکه باید استراتژیک و برنامه‌ای باشه. ما دور برنامه باید متحد بشیم، دور عقاید نمیتونیم متحد شیم، چون عقاید متفاوتن، افراد از عقایدشون میتونن برداشتهای متفاوتی حتی خودشون بکنن. الزاماً اینطوری نیست که هر کی هر عقیده‌ای داره تصمیم عملیش هم دقیقا منطبقه با اون عقیده. همه ما میدونیم که اینجوری نیست، ای کاش اینجوری بود، ولی همیشه اینطوری نیست. البته برای تدوین این برنامه نیاز به تئوری هست، برای اینکه خود این تئوری لازمه برای اینکه ما بفهمیم اوضاع چیه، وضعیت سرمایه‌داری جهانی چیه، وضعیت سرمایه‌داری در داخل ایران چیه، وضعیت منطقه چیه. استراتژی، برای تدوین استراتژی ما به تئوری احتیاج داریم، ولی این تئوری نمیتونه پایه وحدت ما باشه، چون سر تئوری نمیتونیم الزاماً مثلا میگم با رأی گرفتن تعیین کنیم که کدوم تئوری درسته کدوم تئوری غلطه. این باید در عمل خودش رو اثبات کنه و نشون بده، یه کاریست دراز مدت. بنابراین
ما موقعی که میگیم وحدت حزبی، وحدت حزبی ایدئولوژیک و تئوریک نیست. یعنی مثلا میگم شما حتما دیدید خیلی از این متونی که داده میشه و میگن مثلا پایه های وحدت حزبی چیه، مثلا اشاره میکنن مثلا وفاداری به اصول مارکسیسم لنینیست، فرض کنید. این خیلی جا من دیدم. یا حتی به اصطلاح از این بدتر، اعتقاد به قوانین مارکسیسم، من این رو هم حتی دیدم که حالا مارکسیسم قوانینش چیه من نمیدونم چیه. ولی خب ما که میگیم وفاداری به اصول مارکسیسم لنینیسم یا هر چیز دیگه، ماویز تروسکیسم هر چیز دیگه، این وحدت رو داریم ایدئولوژیک میکنیم. موقعی که خود این آدم ها زنده نیستن، شما باید یه مرجعی داشته باشی که بگه چی هن این اصول. خود اینا که جایی ننداشتن در یه کتابچه کوچولو که ما هممون بخونیم این اصول رو یاد بگیریم. بنابراین معنیش یعنی چی؟ همیشه یه پیشوا باید باشه درون این جمع که بسیار تفسیر کنه برای ما این اصول رو، بگه این جزء اصول هست یا جزء اصول نیست. ایدئولوژی کردن وحدت حزبی یعنی در واقع پیشواسازی، یعنی یه نفر رو مثل ولی فقیه امر به اصطلاح مسئول به اصطلاح تحقیص اصول کرد. این خود میتونه یه روشی باشه که منجر به رهایی طبقه کارگر بشه. بنابراین به نظر من مهمه که تأکید کنیم و احتراز کنیم از این روش هایی که میخوان حزب رو ایدئولوژیک جلوه بدن. نه، ما دور یه برنامه سیاسی جمع میشیم. برای اینکه این برنامه سیاسی تدوین بشه، بله احتیاج به تئوری هست. ولی خب اون پیشگام کارگری، اون بخش آگاه طبقه کارگر بر اساس تئوری‌های مختلفی که در دسترسش هستن، در اختیارش هستن، باید این استراتژی رو تدوین کنه، بر اساسش یه برنامه رو تنظیم کنه، بعد دور اون وحدته که مردم میتونن توافق کنن، رای بدن. نمیتونیم سر بحث تئوریک به اصطلاح تصمیم بگیریم. به این معنی یه بحثی است باز، بحث تئوری یکی از خصوصیاتش اینه که باز نباشه که تئوری نیست. بنابراین باید همیشه بشه سنجیدش بر اساس عمل تحلیلش هم باشه دیگه. یعنی این اون بعد تاریخی و جهانی آگاهی است که من تو بحث قبلی اشاره کردم. یه بعد از این آگاهی تجربه عملی خود من کارگر امروز است، ولی یه بعدش تاریخی و جهانیه، تجربیات تاریخی و جهانی طبقه من در سطح بین المللی است. بنابراین بر این اساس ما حتما باید روی این نکته کلیدی تأکید کنیم، چون به نظر من اگه برگردیم به تجربه خود انقلاب ایران، میشه قشنگ راحت اثبات کرد یه دلیل عمده کج‌فهمی و بدفهمی بسیاری از جریانات چپ رادیکال در انقلاب 57 دقیقا به خاطر نداشتن این تحلیل درست و این درک غلط از استراتژی و برنامه انقلابی بود. بنابراین مهمه تو دوره بعدی که ما میخوایم این تلاش در راه ایجاد یک حزب انقلابی رو با هم انجام بدیم، به این مسئله واقف باشیم. خب اینجوری که نگاه کنی، به نظر من وظیفه اول بخش آگاه یا هر فرد یا محفلی که خودشو متعلق به این بخش آگاه میدونه، تدوین این استراتژی و تبلیغ این برنامه است دیگه. وظیفه اصلی حزب اینه که این استراتژی رو تدوین کنه، بر اساسش برنامه‌ای بسازه و این رو ببره داخل جنبش کارگری. به عبارت ساده تر، اگر کسی جدن هنوز به این نتیجه نرسیده باشه که استراتژی ضرورت داره، برنامه ضرورت داره، یعنی به این به اصطلاح درکم نرسیده حزب ضرورت داره، اون کسی که میگه حزب انقلابی باید ساخت، باید در وهله اول یه چنین درکی داشته باشه، یعنی یه استراتژی داشته باشه، یه برنامه‌ای بر اساس این استراتژی داشته باشه. خب همینجاست که به نظر من میشه به یه سری از تلاش‌هایی که در این رابطه شده تو چپ ایران برای ساختن حزب انقلابی انتقاد کرد. اونمی که دقیقا به همین مسئله آنچنان توجه نکردن، در همین قدم اول کوتاهی کردن، یعنی هنوز یه استراتژی مشخص و یه برنامه انقلابیه که از اون منتج میشه، دست کم تو خطوط کلیش، حالا نمیگم تو تمام جزئیاتش، تو خطوط کلیش
بررسی نشده و جمع‌بندی نشده. یعنی در واقع در جا میزنن. بحث استراتژی بحث جدیدی نیست تو چپ ایران که ما ناآشنا باشیم. بحثی است که از انقلاب، از قبل از انقلاب پیش بوده درون چپ، نوشته ها از سر این بحث ها شده و نظرات متفاوت کم و پیش روشنن. خیلی از سازمان هایی که امروز مقابل ما هستن مدعی هستن که دارن یه همچین استراتژی و برنامه ای. بنابراین ما قدم اولمون اینه که باید به اینا برخورد کنیم دیگه. اگر میگیم باید حزب انقلابی ساخت، یعنی باید تکلیفمون رو با این استراتژی ها در قدم اول روشن کنیم، این بحث‌های موجود رو بررسی کنیم، موضع خودمون رو نسبت به این مباحثات روشن کنیم، جمع‌بندی خودمون رو عاقبت روشن کنیم. بنابراین موقعی که میگیم ما در مرحله تدارک حزب انقلابی هستیم، به این معنا نیست که پس میتونیم یه کار دیگه بکنیم. یعنی چون هنوز در مرحله تدارک هستیم فعلا استراتژی و برنامه لازم نیست، فعلا همه دور هم جمع شیم بحث کنیم چون ما در مرحله تدارک هستیم. نه، به نظر من این برخورد جدی نیست. در مرحله تدارک همون کارهایی رو باید بکنیم که برای شرایطی که حزبم وجود داشت باید میکردیم. وظایف تغییر نمیکنه، شکل تغییر میکنه. خب به همین خاطر به نظر من این یکی از اولین کارهاییست که باید بشه. ولی اگه فرصتی بود میشه تو جزئیاتش وارد شد که چجوری این کار رو بکنیم، ولی خب ابزار مشخصی میشه برای این ساخت دیگه. مثلا بولتن بحث، سایت اینترنتی گذاشت، فایل‌های صوتی و تصویری به اصطلاح جمع کرد در مورد این مباحثات و خلاصه شرایطی ایجاد کرد که بشه به همچین جمع‌بندی رسید، بشه حداقل خطوط کلی این استراتژی و برنامه رو روشن کرد. موقعی که میگیم تدارک حزب، یعنی باید این دوتا رو در وهله اول روشن کنیم. خب این کار رو حالا اگه نمیتونیم در چارچوب یه حزب انجام بدیم، در چارچوب یه شکل دیگه از همکاری باید انجام بدیم، ولی باید انجام بدیم، باید تمرکز کنیم روش، براش برنامه بریزیم و به نتیجه برسونیمش، نه اینکه همینجوری بحث کنیم بعدم ول کنیم بریم دنبال یه مسئله دیگه. این یه جنبش که به نظر من بتونیم امشب سر این یه مقدار دقیق تر صحبت کنیم میتونه مفید باشه. نکته دوم این بود که قبل از اینکه بخواد بخش آگاه، بخش کمتر آگاه و به یه فعالیت آگاهانه و هدفمند متقاعد کنه، باید خودش از این آگاهی که فعلا به دست اومده حراست کنه. گفتیم یکی از وظایف حزب اینی که از آگاهی که در مبارزه طبقاتی کسب میشه باید حراست کرد، چون این آگاهی یه چیزی نیست که همینطور میمونه پی به تدریج هم بیشتر و بیشتر میشه. نه، میتونه بالا پایین داشته باشه. یه دوره‌ای که آگاهی کسب میشه، یه دوره دیگه همین میتونه از دست بره و به ضد خودش تبدیل بشه. بعد از خود این آگاهی حراست کرد. طبقه کارگر همیشه تحت تاثیر ایدئولوژی بورژوایی و خرده بورژوایی، انواع و اقسام استراتژی برنامه‌های دیگه که مغایرن با منافع طبقاتی، مغایرن با منافع تاریخی و عمومی طبقه، در میون طبقه رایجه. بله، داشتم اینو میگفتم. بنابراین ما باید به اصطلاح با ایدئولوژی‌های طبقات غیر پرولتری که وارد طبقه کارگر میشه مبارزه کنیم. وظیفه دیگه حزب انقلابی اینه، وظیفه بخش آگاه، یکی از وظایفش توی بحث قبلی بحث کردیم دقیقا اینه، این حراست از این آگاهیه و مبارزه با ایدئولوژی‌های غیر پرولتری که سعی میکنن این آگاهی رو منحرف کنن، از بین ببرن و به مسیرهای دیگه بکشونن. ما میدونیم از بعد و پیدایش سوسیالیسم در جهان طبقه کارگر فقط با گزینه سوسیالیسم انقلابی مواجه نبوده، بلکه انواع و اقسام سوسیالیسم‌های بورژوایی، خرده بورژوایی و حتی فئودالی رو ما در جنبش کارگری داشتیم. بنابراین اگه تصور بکنیم که امروزه این خطر کمتر شده، واقعا اشتباه بزرگیه. برعکس، در شرایط فقدان حزب انقلابی این گرایش انحرافی و ضد کارگری
همه جا به ویژه و به خصوص تو ایران اتفاقا دست بالا رو دارن و خیلی هم قوی تر از سابق شده و دقیقا خود اینا یه مانعی هستن که جلوی شکل‌گیری این لایه آگاه در طبقه رو میگیرن و اون عناصر پیشگاه میره که دارن در مسیر این آگاهی جلو میرن رو در واقع شقه شقه و پراکنده میکنن. به همین خاطر واقعا این مبارزه مبارزه جدی، نمیتونیم بگیم چون حزب انقلابی نداریم از زیر این تکلیف هم شونه خالی کنیم. تدارک حزب انقلابی یعنی این که هم نخست خودمون آگاه بشیم که این گرایش های انحرافی مشخصا کیان، کدومان، چه میکنن و چجوری این کار رو میکنن و چجوری باید باش مبارزه کرد، همین که واقعا این مسئله رو جدی بگیریم، نه اینکه صرفا به صورت یه چیز کلی مثلا رفورمیز بعد از ایکس بعد از ایگرک. باید گرایش های موجود درون طبقه رو مشخص کرد. بنابراین این به نظر من یکی از مهمترین کارهاییست که مجدداً شاید بشه انتقاد کرد به برخی از جریانات و تلاشایی که تا حالا شده. سعی میکنن از زیر این مبارزه در برن، یعنی به خاطری که ما فعلا در شرایط تدارک هستیم پس فعلا این کار را یه ذره به عقب بندازیم، هنوز ما به اونجا نرسیدیم که این کار رو بکنیم. این به نظر من بدترین کار خواهد که به بهانه اینکه فعلا حزب انقلابی وجود نداره گرایش های ضد و نقیض رو دور هم جمع کنیم که حزب انقلابی رو تدارک ببین. به نظر من پس کار دومی که باید بکنیم و میتونه این طیف سوسیالیسم انقلابی رو به هم دیگه نزدیکتر کنه و هم شناسایی و مبارزه با این ایدئولوژی های طبقات غیر کارگری رو ممکن بسازه اینه که خود این مبارزه رو جدی بگیریم و یه ظروف لازم برای هماهنگی و تمرکز این فعالیت ایجاد کنیم. اینم میگم حالا میشه بعد تو بخش بحث یه ذره دقیق‌تر واردش شد، من فقط دارم اینجا نکات کلیش رو میگم. نکته سوم و شاید از همه کلیدی‌تر بحث اینه که هفته پیش گفتیم اگر حزب انقلابی وجود داشت الان وظایفش در قبال مبارزات کل طبقه کارگر چی بود، الان ما در چه مرحله‌ای هستیم و چجوری میشه طبقه کارگر رو از وضعیت فعلیش یه قدم جلوتر برد، چون هنوز که شرایط انقلابی نیست، شرایط تحقق این استراتژی که هنوز فهم نیست، بعد این شرایط ایجاد بشه از حالا تا اون موقع چی، از اون مهمتر همین حالا چی. یعنی اگر دغدغه بخش آگاه در هر مرحله در هر شرایطی که هست به هر تعدادی که هست این نباشه که دغدغش دغدغه کل طبقه است، بنابراین اصلا بخش آگاه طبقه نیست. سوسیالیسم انقلابی یه چیزی جدا از جنبش کل طبقه نیست، برنامه انقلابی برنامه برای سازماندهی خود ما نیست. ما سوسیالیست ها چجوری، حزب انقلابی نیست، این نیست که ما آگاهان چجوری خودمون رو سازمان بدیم، این که چجوری جنبش طبقه کارگر رو کمک کنیم به سازماندهیش. بنابراین برنامه انقلابی برنامه ایست برای سازماندهی کل طبقه، نه اینکه ما فقط رفقای خودمون رو بسازمان سازمان بدیم. بنابراین بخش آگاه باید بدونه در چه مرحله‌ای و در چه فعالیتی و در چه مبارزه‌ای میتونه وضعیت فعلی مبارزات طبقه کارگری رو به کارگران رو در ایران اطلاع بده. بنابراین مبارزه‌ای که عنصر آگاه میاد به اسم طبقه اما جدا از طبقه انجام میده، این به درد کار فعالیت حزب‌سازی نمیخوره. بعد هم از دنبال روی از این فعالیت تو چارچوب قانون فراتر رفت، فقط دنبال فعالیت‌های قانونی نرفت، نه اینکه نباید کرد، حتما باید از هر فرصتی استفاده کرد، ولی خودش رو محدود به این نکنیم. هم از این فعالیت‌های جنجالی و تبلیغی که فقط هدفش بزرگ جلوه دادن یه فرقه است، مثلا ببینید من آدمی دارم در فلان جا، برای اینکه این رو گنده کنیم با یک سری کارهای جنجالی که
ربطی به منافع کل طبقه نداره، در واقع لطمه بزنیم به شکلی این جنبش کارگری. با از اینا باید احتراز کنیم. اون چه امروز طبقه کارگر لازم داره سازماندهی از پایینه برای جنبش سراسری، برای که در جهت تحقق خواستای فوریش و عاجلش مبارزه کنیم. اینو هممون میدونیم. خب وظیفه تدارک حزبی یعنی وظیفه تدارک این مبارزه، وظیفه ما در قبال این مبارزه چجوری ما میتونیم با هم همکاری کنیم که این امر رو انجام بدیم. خب این در واقع کاریست، اون حلقه ایست که همه این چیزها رو به هم مرتبط میکنه. یعنی اگر کسی معتقده به اینکه حزب انقلابی الان لازمه، اون عناصری که این اعتقادو دارن یه خطوط کلی استراتژی و برنامه رو هم میپذیرن، گرایش های موجود انحرافی رو کم و بیش میدونن چیه، اینی که با هم همکاری کنن از پایین این جنبش کارگری رو سازمان بده. اینم خب جنبه های عملیش شاید مفصل تر از دوتا جنبه دیگه بحث شده. یعنی ما الان چند سال این بحث جنبش سراسری رو در جنبش کارگری داریم. سال پیش رفقا یادشون در اول ماهنه اعلامیه هم منتشر شد که جنبندی هم از این بحث ها ارائه داد. خب ما دور این میتونیم فعالیت همکاری کنیم. این میگم باز این رو هم میشه مفصلتر و دقیقتر توی بخش بحث وارد جزئیاتش شد، ولی اینم اون نکته سومی است که باید روش بسیار امشب به نظر من تمرکز کنیم. ببینیم چه جوری چه ظرفی میتونیم ایجاد کنیم برای اینکه این کار رو بتونیم با هم انجام بدیم. من فکر کنم صحبتم همینجا تموم کنم، توی بحث بتونیم بیشتر به جزئیات بپردازیم. ممنونم از رفقا که گوش کردن. اولین شکل حزب انقلابی به نظر من مهمه. حزب انقلابی که میگیم، حالا فعلا تعریفش رو بذاریم کنار، خب مطلوبش اینه که یکی باشه دیگه. مثلا ما الان یه حزب با نفوذ انقلابی طبقه کارگر داشتیم، دیگه مسائل حل بود دیگه. در نتیجه به این ماجرای فرقه ها و جریانات دیگه و اینا به هر حال منتفی بود دیگه. به هر حال نیروی عمده، پیشگام عمده طبقه کارگر پشت اون حزب انقلابی واحد. خب این شکل مطلوبشه، ولی این شکل مطلوب نباید به اصطلاح چی میگن برای خودمونم ایدئالیزش بکنیم. یعنی این شکل مطلوب در تاریخ در جایی پیدا نشده. یعنی حتی شما انقلاب مثلا روسیه که ببینین که تصور این هست یه حزب واحد بلشویک بود، نبود اینجوری. و همون توی خود انقلاب اکتبر هم چند جریان دیگه هم بودن، جریانات انقلابی و صرفا جریانات سیاسی متفاوت رو نمیگم، مثل آنارشیستا، مثل منشویکا، اینا رو نمیگم، مثل کادتا، مثل اسارا، منظورم این نیست. توی همون خود جنبش کارگری که رایش های متفاوتی بود، یه اتفاقی که تو اوت افتاد، تو اوت قبل از اکتبر 1917 اتفاقا یه کنگره‌ای بود که بلشویک ها گذاشتن و این جریانات رو جمع کردن و چند تاشون تونستن با هم متحد بشن. یعنی این که حزب واحد انقلابی شکل بگیره یه ایدئالیست که شاید هیچ جا رخ نده. اتفاقا تو شرایط امروز ما شما نگاه کنید، تو اروپا نگاه کنید، تو آمریکا نگاه کنید، تو آسیا نگاه کنید، تو خود کشور خود ما نگاه کنید، بیشتر میشه اینجوری پیش بینی کرد که اگر شرایط خوب جلو بره، خیلی به اصطلاح همه چی مناسب و به اصطلاح درست جلو بره، عاقبتش ما چند تا حزب انقلابی داشته باشیم. یعنی این چند دستگی درون طیف انقلابی هم ممکنه تا سالهای سال ادامه پیدا کنه. یعنی حتی اگر شکل بگیرن این جریانات انقلابی، به نظر من بنابراین همیشه شکلی از ائتلاف و همکاری و یه طیف وسیع‌تری رو باید در نظر گرفت. ما که صحبت از حزب انقلابی میکنیم به عنوان شکل، به عنوان شکلی که میشه این رو عملی کرد، نریم همش دنبال این که نه همه فقط باید بیان دور من جمع بشن. یعنی این احتمال این که یه همچین حالتی بتونه رخ بده حتی در بهترین شرایط جزء محالات. بنابراین یک این طرز برخورد رو بذاریم کنار. خود
حزب انقلابی شکل عملی و به اصطلاح واقعی به خودش بگیره، ممکنه یه طیف وسیعی باشه، نه یه حزب واحد، چندین دسته و گروه و محفل و اینا باشن. یعنی باید یاد بگیریم چجوری این طرز کار رو بکنیم، چجوری با هم بتونیم توی چارچوب طیف وسیعتری همکاری کنیم در جهت اهداف و وظایفی که ما به عنوان حزب انقلابی میپذیریم. یعنی این یه نکتشه. همین خاطر امروز هم همینطوره. امروز هم به اصطلاح ما این بخش آگاه طبقه، عناصر آگاه طبقه به صورت عناصر، محافل، حتی بعضی وقتا جریانات سازمان یافته، یعنی به هر حال محفل هم در یه مرحله‌ای به اصطلاح خودش رو سازمان میده دیگه، میگه باید سایت بزنیم، نمیدونم تبلیغات بکنیم، فلان بکنیم، تلویزیون بسازیم. از بالاخره هر محفلی هم در یه مرحله‌ای از رشدش خودش رو به شکلی متشکل میکنه دیگه. داشی یه مجموعه از اینا که ولی داریم که درون جنبش کارگری، من کاری به جریانات خارج کشور و این جریانات سیاسی و سازمان ها ندارم، داریم به خود طبقه کارگر ایران اشاره میکنیم. واضح درونش این محافل، گرایش ها به صلاح عناصر هستن، اثراتش رو همیشه میبینیم، یه جاهایی به صلاح عملکردش رو هم میبینیم، بنابراین هستن، حالا کوچیکن، پراکندن، به صلاح با هم ارتباط ندارن، همینا درست، ولی واقعیت که وجود دارن رو نمیشه انکار کرد. یعنی اساسا نمیشه تصور کرد که مبارزه طبقاتی میتونه در جای باشه و این تیپ محافل عناصر توش نباشن. یعنی خود به خود اگه اون هست، این هم ایجاد خواهد شد، اونم در سطح ارتباطات و به صلاح اطلاعاتی که امروزه این تو راحت در سطح جهانی هست. یعنی سطح آگاهی اصطلاح اتفاقا طبقه کارگری ایران الان، حداقل عناصر محافلی درون این طبقه کارگر الان، خیلی بالاتره تا زمان شاه مثلا قبل از انقلاب 57. بنابراین واضح وجود دارن، بنابراین ما باید شکلی پیدا کنیم که متناسب با این شرایط باشه برای تحقق این مفهوم حزب انقلابی. من تمام تلاشم این بود که نشون بدم بریم سر این که جوهر این کاری که ما میگیم حزب انقلابی چیه، اصل قضیه سر چیه. حالا این اصل قضیه رو اگه درست بفهمیم، این رو چجوری میتونیم به یه شکل دیگه انجامش بدیم، به شکلی که مناسب باشه با شرایط فعلی. این بود هدف من. حالا از اینجا یه بسه چیزی هم هست، یه انحرافی هم هست، یه عده این واقعیت رو میپذیرن، این واقعیت که حزب انقلابی وجود نداره، یه جریانی وجود نداره که من بتونم خودم شخصا به عنوان یه فرد یا عنصر کارگری اعتماد کنم برم عضوش بشم و بر این اساس فعالیت، یعنی نیست، پراکنده است، متشتته و به هر حال وجود خارجی نداره و نداشته و سالهاست نداره. همونطور که رفیقم بهرام هم گفت، عملکردش رو میبینیم دیگه، هیچ اثری هم در جنبش کارگری نداره، جز یه جنجال هایی که این ور اون ور به پا میشه گاهی و یه مثلا چی میگن صداییست و به زودی هم محو میشه میره و هیچ چیزی هم از توش در نمیاد. بنابراین همه این عنصر آگاه، رفقای مثل من و شما یا رفقای شبیه ما که به این نتایج میرسن، در ضمن یه انحرافی هم همیشه توشون پیدا میشه، اونم اینه که چون پس این وجود ندارن، من حالا میتونم دیگه هر کار دیگه ای که دلم خواست بکنم، یعنی من دیگه حالا آزادم از این وظایفی که حزب انقلابی رو دوش من میذاره، یعنی از اون وظایفی که حزب انقلابی باید انجام بده احتراز نمیشه کرد به این بهانه که حزب انقلابی وجود نداره. من به عنوان، من که میگم، من به عنوان نمونه دارم میگم، بسا سوء تفاهم نشه، من نوعی در هر شرایطی همون وظایفو دارم. وظایف من اگر به خودم میگم عنصر آگاه، یعنی باید استراتژی انقلابی داشته باشم. گفتیم اساسا به چه دلیل ما میگیم عنصر آگاه، به خاطری که انقلاب سوسیالیستی انقلاب خیلی ویژه‌ایه، خیلی با انقلابای قبلی فرق داره، سوسیالیسم یه چیز ویژه‌ایه، خیلی با وجه تولیدای قبلی فرق داره، به خاطر اینکه به خورد خورد به تدریج در این ده در اون کارخونه شکل نخواهد گرفت، مثل سرمایه‌داری نیست که خورد خورد رشد بکنه،
بلکه باید اول سرمایه‌داری سرنگون بشه، کل نیروهای مولده زیر کنترل طبقه قرار بگیرن که تازه بشه رفت به طرف سوسیالیسم. بنابراین یه چیزی است که فقط با یه انقلاب سوسیالیستی ممکنه که بتونه آغاز بشه و پیش بره. به همین خاطر نقش عنصر گفت توش خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی طبقه کارگر اگر بخواد این رسالت رو انجام بده، اگر بخواد این وظیفه ای رو که تاریخ به عهده‌اش گذاشته انجام بده و بشریت و کره زمین، و الان که شده دیگه کره زمین رو نجات بده از دست سرمایه‌داری، باید انقلاب کنه. راه دیگه ای نیست. باید اول خلع ید بشه از سرمایه داری تا بتونه تغییرات عمده‌ای صورت بگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی شما یه استراتژی انقلابی داری. من آگاه، یعنی من عنصر آگاه، میگم این طبقه باید هدفمند مبارزه کنه، باید برای این هدف مبارزه کنه، از مبارزات امروزش هم بر اساس این نتیجه جلو بره. بحث اول من این بود. بنابراین موقعی که ما میگیم حزب انقلابی نیست، به این معنا نیست که ما نباید، ما وظیفه نداریم که بشینیم استراتژی انقلابی رو تدوین کنیم. به هر شکلی که میتونیم خطوط کلیش رو به بحث بگذاریم، به اصطلاح رؤوسش رو روشن کنیم. این یکی از مهمترین وظایف است که ما به عهده خودمون داریم. و من باز نمیخوام از خودم صحبت کنم، ولی مثلا به عنوان مثال دارم میگم، من به عنوان یه فعالی که درون این جنبش بودم، از سال 50351 تا حالا سر این مسئله مطلب نوشتم، یعنی مبارزه کردم سر مسئله استراتژی انقلابی. خب خیلی از این سازمان‌های چپ استراتژی انقلاب سوسیالیستی رو اساسا قبول ندارن. این بحث یکی از من نمیتونم بگم چون حزب انقلابی نیست خب این بحث الان دیگر فایده ندارن. اگر میخواهید حزب انقلابی رو تدارک بدید، اول باید این بحث رو انجام بدید، اول باید درگیر این بحث بشید، درگیر تدوین این استراتژی بشید، درگیر تدوین اون برنامه‌ای بشید که از این استراتژی در میاد. انقلاب سوسیالیستی یعنی چی؟ با کدوم طبقات میشه متحد شد؟ با کدوم طبقات باید مبارزه کرد؟ دولت بعد از انقلاب چی باید باشه؟ انتقال به طرف سوسیالیست چجوری صورت میگیره؟ مطالبات و تکالیفی که در مقابل جامعه ما قرار داره چی هست؟ اینا رو چجوری میشتوان حل کرد؟ این برنامه ای که از دل این استراتژی بیرون میاد باید تدوین بشه. این از آسمون نمیفته. این یه به سلام امام مهدی از شاه در نمیاد برای ما حل کنی، کسی نمیاد ما رو نجات بده. همین ماها عناصر آگاه باید بشینیم این رو تدوین کنیم. نمیگم میتونیم بکنیم، تا خواستم تفادستر است، ولی باید بکنیم تا بتونیم بکنیم. یعنی باید بکنیم تا بشه حداقل خطوط کلیش رو برای خودمون روشن کنیم. اگه این رو روشن نکنیم، هر جایی هم که بریم، هر وحدت و هر تشکلی هم که بسازیم، در اولین تنپیچ مبارزه طبقاتی تیکه تیکه خواهد شد، همونطور که تجربهش رو با تو انقلاب 57 داشتیم. تا با واقعیت به اصطلاح زنده مواجه میشه، نشون میده که اصلا نه استراتژی داشته نه برنامه‌ای داشته، همش رو شعار و روی حرفای کلی بود. خب بنابراین نمیتونیم بگیم چون ما حزب نیستیم، محلیم، فردیم، فلانیم، مستقلیم، خب پس این مسئله اهمیت نداره. نه، اتفاقا باید جمع شیم دور هم، اون کسای، اون محافل، اون افراد، اون جریاناتی که به همین نتایج مشابه رسیدن، جمع شیم دور هم بحث کنیم و ازش جمع‌بندی در بیاریم. نه اینکه همینجوری بشینیم برای هم گفتگو بکنیم و خب بعدم بریم دنبال کارمون. نه، جدی بگیریم، یعنی موضوع تعیین کنیم. آقا ما می‌خوایم سرمایه‌داری جهانی بفهمیم چی، اوضاع ایران چیه، تکالیف تاریخی در مقابل این جامعه چیه، اوضاع منطقه چیه، استراتژی انقلابی ما چی باید باشه. این رو باید براش برنامه بریزیم، بشینیم با هم گفتگو کنیم، بحث کنیم و به کسایی که این کارو کردن پاسخ بدیم، یعنی درگیر بشیم. مثلا میگم، باز من نمیخوام به عنوان تبلیغات جریان خودم این حرفو بزنم، ولی میگم مثلا من چند سال پیش خودم از نظر خودم یه جمع‌بندی از این بحث استراتژی انقلابی رو نوشتم.
تا حالا یه نفر نیومد یه جمله جوابشو بده. یعنی شما رفقایی که میگین ما میخوایم تدارک بدیم حزب انقلابی رو، خب اولین کارتون اینه که بگید خب شما چی میگین. این اگه درسته بپذیرین و اعلام کنین که پذیرفتین، اگه غلطه به بحث بگذارید. یعنی بحث من اینه، وظیفه اولی رو ما هنوز انجام ندادیم در راه تدارک حزب انقلابی، اونم تدوین خطوط کلی استراتژی و برنامه انقلابی. دومیش چیه؟ دومیش این بود که ما بالاخره اگر این کار رو بکنیم، فقط این که نیستش که مشکل ما که فقط این نیست که استراتژی و تاکتیک نداریم، برنامه نداریم. مشکل ما اینه که نه تنها طبقه کارگر این رو نداره، بلکه چیزای عوضی به جای این داره. یعنی جریانات و سازمان‌ها و به اصطلاح طبقاتی درش الان نفوذ دارن که اتفاقا جلوی این رو دارن میگیرن. یه عده دائما میخوان وادارش کنن که نه تو اصلا فقط تو چارچوب کار قانونی باید بری جلو و الا بدبخت میشی. یه عده هم میخوان به اصطلاح جنجال کنن، یارو تبلیغات میخوان بگه مثلا میگم من حزب به اصطلاح کمونیست فلان مثلا خیلی نفوذ دارم، یک نفر رو مثلا پیدا میکنم. بالاخره هر کسی تو این دنیا میتونه چهار نفرم پیدا کنه دیگه، یه نفر رو پیدا میکنه یه جایی راضی میکنه متقاعد میکنه، برو بگو اصلا من انقلابی کمونیستم. خب اونم میره میگه، بعدم میگیرم این دوزنی زندان. این طرف سوء استفاده هاشو میکنه، به خودشو گنده میکنه، تبلیغات میکنه، اون بیچاره هم بدبخت شده. خب حالا اشکالی نداره دیگه از نظر این جریان. میگم یه جور ما این نوع فعالیت ها رو داریم که یه سری از این فرقه ها، گروه ها، حالا معلوم نیستم خیلی هاشون سرشون تو چه آخوری هست، اینها میان با این شکلی، با جنجال، با تبلیغات، با به اصطلاح این تیپ کارا در واقع لطمه میزنن به جنبش کارگری. یه دم که دارن منحرفش میکنن تو چارچوب اصلا هیچ کاری نکردن، یه تو چارچوب قانونی و در واقع افتادن دنبال سندیکاهای به اصطلاح بین المللی آمریکایی مثلا. از این طریق مثلا ما بتونیم به جنگ جمهوری اسلامی بریم یا روش‌های مشابه. ولی واقعیت اینه که انحرافات هست درون جنبش کارگری. جنبش کارگری مثل آدم و حوا قبل از خوردن سیب بیگناه اونجا نشسته که حالا ما بریم براش برنامه و استراتژی ببریم. قبل از اینکه شما برنامه و استراتژی توش ببری، برنامه و استراتژی های منحرف درونش داره عمل میکنه و بانی و عاملش هم همین تشکل ها و فرقه هایی هستن که ما داریم خودمون میبینیم، جلو چشم ما وجود دارن. با اینها باید مبارزه کرد. نمیتونیم بگیم چون حزب انقلابی نداریم خب حالا این مبارزه اونقدر مهم نیست. من میدونم یه جرانی داره این نقش مخرب تو ایران بازی میکنه، ولی میگم چون حزب انقلابی وجود نداره حالا با این میتونم برم جبهه واحدم ببندم. همکاری بابا داری با دشمن طبقه کارگر جبهه واحد میبندی. این چه نوع تدارک حزب انقلابی دادنی؟ دارم راجع به کسی صحبت نمی کنم و دارم نکات عمده، وظایف عمده، جوهر مطلب رو میخوام بگم که ببینیم چه کارها و چه وظایفی جلوی ما هست. اینها رو باید جدی گرفت. بنابراین مبارزه با ایدئولوژی خرد بورژوایی و بورژوایی، رفرمیزم بورژوایی و آنارشیزم خرد بورژوایی از به اصطلاح جزء تکالیف ما دور نشده چون حزب انقلابی وجود نداره. از زمان به اصطلاح مارکس تا حالا ما این وظایف رو دوشمون بوده و این وظایف رو باید انجام بدیم. نمیتونه حزب انقلابی انجام بده، این محافل، این افراد، این بخش آگاه موجود باید یه ظرفی بسازه که بتونه به کمک هم این کار رو انجام بده. یعنی این مبارزه با انحرافات ایدئولوژیک درون طبقه و با حراست از همین آگاهی که الان به دست آورده وظیفه دوم ماست. راه عملی هم داره، یعنی اینکه اول خودمون جدی بگیریم. یعنی موقعی که به خودم میگم عنصر آگاه، ببین حالا به عنوان انتقاد به رفیقم بهرام نمیگم، فقط از صحبتش استفاده میکنم. مثلا رفیقم بهرام یه دلیل عمده ای که اینا گرایش به اصطلاح کار حزب کارگری نیستن، این میدونه که در کارگرها پایه ندارن. این درسته،
اینو من کاملا میپذیرم، ولی فقط این که نیستش که فقط پایه داشتن یا پایه نداشتن که مهم نیست، پایه داری برای چه کاری؟ یعنی این هم مهمه دیگه. خیلی جریانات هم پایه دارن ولی پایه رو دارن برای اینکه طبقه کارگر رو به انقیاد بکشونن، به انحراف بکشونن. یه عده میرن به سایی پایه رو میسازن برای اینکه بعد بر اساس این پایه برن معامله کنن با دولت، برن معامله کنن با امپریالیسم، برن معامله کنن با هر نیروی ضد کارگری دیگه. بنابراین این جنبش هم مهمه. اگر من به خودم میگم عنصر آگاه، رسیدم به این که باید حزب انقلابی ساخت، رسیدم به این که باید به صلاح این مشکل رو در یه چارچوب وسیع‌تر با همکاری در یه طیف وسیع‌تر شروع کردیم وظایف انجام داد، باید به این مسئله در مرحله اول آگاه باشم. اینی که من نمیتونم به خودم بگم من عنصر آگاه ولی استراتژی انقلابی ندارم، من نمیتونم به خودم بگم عنصر آگاه ولی نمیدونم رفورمیزم و آنارشیزم خورده بورژوایی در اون جنبش کارگری داره چی کار میکنه. یعنی باید با اینها هم همین موقع ما به خاطر نبودن اون شکل ایدال از حزب وظایف ما تغییر نکرده. این به اصطلاح اصل به اصطلاح چی میگن اون مطلبی است که من میخوام بگم. و اینجاست که حالا میایم سر وظیفه سوم. تمام اینا رو ما گفتیم برای چی؟ یعنی حزب این کارا رو میخواد بکنه که چی کار کنه بعدش؟ که ورداره بر اساس این برنامه هدفمند کل طبقه رو سازمان بده، نه اینکه فقط خودش رو سازمان بده، خودش بره تو خیابون پرچم علم کنه بگه من اینو میگم. نه، باید ببینیم طبقه رو چجوری میشه سازمان داد، مشکلات کل طبقه چیه در مبارزه طبقاتی. الان برای اینکه از این وضعیت فعلی قدم جلو بره چه کارهایی رو باید انجام بده، چیه گیرپاچ جنبش کارگری که نمیتونه حتی از ابتدایی خواستای خودش دفاع کنه، چیه که باعث میشه تا هم میاد دفاع میکنه میگیرن همه رو میندازن زندان. ما چی کار میتونیم بکنیم که این تناسب قوا رو تغییر بدیم؟ ما چه وظیفه‌ای در مقابل به اصطلاح خودمون داریم برای اینکه اون استراتژی انقلابی، اون برنامه حزبی رو بتونیم یه پایگاهی براش در رو جنبش پیدا. اول باید با این جنبش آشنا باشیم، بدونیم مشکلاتش چیه، چه جوری باید بره جلو، قبل از اینکه بخوایم بگیم حالا تا بیاین برنامه ما رو بفهم. یعنی این کار رو که میخوایم بکنیم باید وضعیت خود جنبش طبقه کارگر هم بدونیم. نمیتونیم بگیم چون حزب نیستیم این وظیفه رو دیگه نداریم، فعلا دنبال همه میفتیم ببینیم طبقه خودش داره چی کار میکنه، ما این دنبالش میدویم میریم، اینجا مثلا میره تظاهرات میذاره سرکوب میشه، ما میگیم دفاع میکنیم فلان میکنیم به همه از این کار، یا مثلا همبستگی رو بیشتر کنیم، اونجا مثلا نمیدونم اتحادیه ساخته اتحادیهش رو بستن، ما میگیم مثلا فلان کنیم با. نه این دنباله، نه این که این کار رو نکنیم، واضح این کار رو باید بکنیم. اولین وظیفه یه عنصر کارگری، حالا آگاهش هم برای خودش، یعنی هر آگاهی طبقاتی هم شما داشته باشه، واضح بعد از همه مبارزات طبقه کارگر دفاع کرد، همبستگی نشون داد و پیش برد این همبستگی رو و دفاع کرد از کسایی که در بند میفتن و غیر و ذالک. دارم در رد این نمیگم، ولی میگم این که تنها وظیفه عنصر آگاه نیست. عنصر آگاه بر اساس اون استراتژی و برنامه باید یه شناختی داشته باشه از تناسب قوای موجود و اینکه من چیکار باید بکنم که از این خودم رو رها کنم، طبقه چیکار باید بکنه که قدم بره جلو. اونم اینه که این همبستگی سراسریشو زیاد کنه دیگه. تنها شکلی که ما میتونیم تناسب قوا رو الان علیه رژیم تغییر بدیم اینه که شبکه همبستگی سراسری طبقه تقویت بشه. این اگرم حزب انقلابی و مطلوب و ایدئال واحد ما وجود داشت الان در ایران، این کاری بود که میرفت میکرد. یعنی میرفت میگفت من الان چطوری این شبکه رو درون این طبقه ایجاد کنم. خب الانم چون حزب نیست، این نیست که ما این وظیفه رو نداریم، این وظیفه رو داریم. یعنی اون عناصر آگاه، اون محافل، اون جریاناتی که به همین سطح از آگاهی رسیدن، بعد این کار رو با هم شروع کنن.
این کار رو یه ظرفی پیدا کنیم، یه چارچوبی پیدا کنیم، یه ابزاری پیدا کنیم که این کار رو با هم بکنیم، یعنی یه جنبش همبستگی از پایین سازمان بدیم که بتونه نیروی واقعی طبقه کارگر رو به حرکت در بیاره. فردا یه جا در یه شهر چند تا رو گرفتن، در 20 شهر دیگه بشه تظاهراتی، اعتراضاتی، نمیدونم شبنامه پخش کردنی، اعلامیه، یه کاری کرد. یعنی این رو هی گسترش بدیم دیگه. خب این هم یعنی چی؟ یعنی یه جنبش سراسری را بندازیم دیگه. من نمیفهمم رفقا، واقعا 5 ساله داریم این حرف رو میزنیم، باز همه میگم آره ما موافقیم، ولی بعد میگم نمیدونم آره این تنها راهشه. آن چه راه دیگه این پس هست؟ یعنی رفقا واقعا جدی بگیرید این قضیه رو دیگه، چه راه دیگه این جز این هست؟ باید بر اساس همین رویی که داریم، همینی که میشناسیم. اگه من 4 نفر رو در مثلا قزوین میشناسم، باید بهشون بگم رفقا شما الان یه کمیته مخفی اونجا بسازید، شروع کنید فکر کردن سر این که چجوری میشه این شبکه همبستگی سراسری رو در شهر خودتون سازمان بدید، فعالین رو شناسایی کنید، صنایع دوروبرتون رو شناسایی کنید، گزارش تهیه کنید از این صنایع، گزارش تهیه کنید از وضعیت طبقه کارگر، عناصر رو شناسایی کنید، با هم این شبکه رو بسازید، اعلامیه بدید، این خواستای سراسری رو تبلیغ کنید. یعنی اون اعلامیه‌ای که سال پیش به اصطلاح این نه این ماهمه قبلی به اصطلاح داده شد، به نظر من اینا رو من شخصا به اصطلاح کاملا 100% موافقمونه. میگم بله همین دور همون متحد شیم، شروع کنیم همکاری کردن، دور همون شروع کنیم تبلیغات کردن، دور همون شروع کنیم سازمان دادن، نه اینکه فقط هی حرفشو بزنیم، سازمان دادن. خیلی کارا میتونیم، مثلا میگم در همین رابطه همون موقعش یه عده از رفقای فعال توی همین کارا خب تو نوشتن اون اعلامیه درگیر بودن دیگه، خود همون رفقا همون موقعش من پیشنهاد دادم ببینید رفقا شماها در داخل احتیاج به یه بولتن دارید، حتی شده یه صفحه که مثلا بگیر هفته یه بار در بیاد نشون بده کجا داریم میریم، چه این پروژه رو چجوری داریم انجام میدیم. اگر نمیتونید اونجا منتشر کنید، ما اینجا یه سایت اینترنتی میسازیم، شما فقط بفرستید، ما میذاریم اونجا، دست ما نیست، ما فقط کار تکنیکیشو براتون میکنیم. ببین خیلی کارا ما میتونیم بکنیم. بنابراین همین نیرویی که داریم باید جدی بگیریم این قضیه رو. این قضیه یعنی چی؟ یعنی این شبکه رو با هم شروع کنیم به ساختن که به تدریج بتونیم ازش به اصطلاح نتایج رو بگیریم دیگه. یعنی این اعتماد به نفس طبقه بالاتر بره، اعتراضاتش به اصطلاح جنبه گسترده تر و سراسری تر پیدا کنه، تا به یه جایی برسیم اصلا بشین رو مثل تشکل حتی علنی جلو بر، حتی به صورت یه جنبش علنی به اصطلاح مطرح کرد. یعنی هنوز به اونجا رسید، خواهیم رسید، اگر این شبکه زیر ساختش رو بسازیم خواهیم تونست این کار رو بکنیم. هی به جای این که این کار رو بکنیم باز نشینیم بحث کنیم سر این که چی کار کنیم. خب اگه کار دیگه ای داریم بگیم بکنیم، اگه کار دیگه ای نداریم 4 ساله 5 ساله هممون این رو میدونیم و نمی کنیم و نمیریم جلو، قدم های عملی و به اصطلاح مؤثر ورداریم برای اینکه این پروژه رو تحقق بدیم. این بحث اصلی من. ببینید این جایگزین حزب نیست. بعضی از رفقای این اشتباه نکنن، من دارم این رو به عنوان جایگزین حزب نمیگم. هر ستا این کارا رو که گفتم مگه حزب جز این وظایف دیگه ای داره؟ ما از وظایف که شروع کنیمه که به حزب میرسیم. یا اگر وظایف رو انجام بدیم، وظایفی که اون حزب انقلابی بعد انجام بده انجام بدیم، بعد از یه مدتی خودمون هم حزب میشیم، خودمون میشیم اون چیزی که باید ایجاد بشه. یعنی مرحله تدارک حزب چیزی غیر از خود حزب نیست،
یعنی ما نمیتونیم، این مهمه به نظر من، این حالتی که یه حالت مردگی است که افتاده توی رفقای منفرد و این محافل و این به اصطلاح افرادی که چپن، مبارزن، سوسیالیستن، انقلابیان، میخوانم و میتوننم درگیر بشن در همچین چیزی، به خاطر این تشتت، به خاطر این فرقه ها و سازمان ها و محافل به اصطلاح شدن چپ مستقل. چپ مستقل هم یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمیکنن، یعنی برای خودشون میچرخن همینجوری وسط، احساس همبستگی و همدردی میکنن با همه، با همه جنبش های اعتراضی مترقی هم هنوز موندن و اثری هم ندارن. بحث من اینه از این مردگی بیاییم بیرون. ماها اتفاقا اثر میتونیم بذاریم و این وظایف رو نمیتونیم موکول کنیم به موقعی که حزب انقلابی ساخته بشه. باید شروع کنیم با هم تدوین استراتژی و برنامه رو جدی بگیریم، به بحث بگذاریم، باید شروع کنیم با هم مبارزه با این ایدئولوژی‌های انحرافی رو جدی بگیریم، شناسایی کنیم، گروه ها رو معرفی کنیم، به چالش بطلبیم. یعنی این تا این مبارزه رو نکنی چجوری میخوای حزب انقلابی بسازی؟ باید بر اساس وضعیت موجود این جنبش سراسری کارگری رو سازمان بدیم، با هم هم سازمان بدیم. اگر همین کار رو با هم بکنیم، خب یک، من رفیقمون بهرام رو بهتر میشناسم، رفیقمون بهرام منو بهتر میشناسه، من و رفیقمون بهرام، رفیق تقی و حسن و حسین رو در یه مبارزه داخل بهتر خواهیم، یعنی از دل اینه دیگه، از دل این نوع همکاریه به تدریج اون جریانی که میتونه حالا امیدوار بشه به این که من یه کنفرانس حالا فرا بخونم و حزب رو اعلام کنم، بتونه آماده بشه، بتونه به اصطلاح چی میگم، حداقل خود من امیدوار باشم، خود شما امیدوار باشیم به اینکه میتونه عملی بشه. اینه دیگه وظایف ما، اینه، این کارا رو باید بکنیم. اتفاقا برای همین اینم من پیشنهاد داشتم، الانم دوباره این پیشنهادام به رفقا تکرار میکنم. ببینید، به جای که هر کسی بره کار خودشو بکنه، یه اتاق کارگری را بندازین. ما اینو یه سال پیش تجربه کردیم دیگه، واقعا هم عملی بود. خود رفقا، خیلی از رفقایی که الان اینجا نشستن هم اونجا بودن. این واقعا عملیه دیگه. همین سه تا کاری که من گفتم، یعنی تدوین استراتژی، فهم دوران، فهم به اصطلاح منطقه، تدوین استراتژی، تدوین برنامه، مبارزه با ایدئولوژی‌های انحرافی، سازمان سراسری، جنبش سراسری، این 6 تا 7 تا موضوع رو، درست؟ اینایی که گفتم، همین اینا رو تو اون اتاق به بحث و گفتگو بذاریم به طور دائمی، که یه جایی باشه که همه عناصر تیپ ما، چه از داخل چه از خارج، بتونن یه جایی باشه، بتونیم دور هم جمع شیم، این مسائل رو با هم بحث کنیم، راه حل های مشترک رو پیدا کنیم. من نمیخوام برم اینو باز کنم، شما نباید بری برای خودت این رو بازی. اگرم من بخوام برای خودم باز کنم فایده ای نداره، بهتر از اول نکنم. باید با هم بکنیم. اگر با هم بکنیم زمینه برای موفقیتش هم فراهمه. برای اینکه دیدیم دفعه پیش هم که ما کردیم، خیلی رفقا از داخل هم می آمدن، مسائل می آوردن، گزارش می دادن، بحث می شد. یه ذره از اون نفر، ما چند نفر بودیم، خودمون گفتیم این ایده رو بریم بکنیم، ولی دیدیم نمیشه. یعنی معنی نداره فقط ما بشیم اونجا بسیار مجری این کار. ولی میگم نقدن آزمایش شده این به صلاح امکان. بنابراین خب بیام، حالا من نمیگم حتما اینو بپذیر، اگه کسی ایده دیگه ای داره بده. بحث من اینه بریم دنبال این راه حل ها، برای اینکه این سه تا کار رو چجوری باید انجام داد و چجوری میتونیم با هم انجام بدیم. بریم دنبال کار. به نظر من خب اونایی که از هم دور باید بشن دورتر خواهند شد، اونایی که به هم نزدیک خواهند شد نزدیکتر خواهند شد. یعنی بازم همه رفیق و عاشق و شیفته هم دیگه نخواهیم بود، بالاخره عاقبت دعوا مرافع خواهد بود. ولی خب به هر حال روی مبنای روشنیه، روی مبناییست که حداقل میدونیم داریم به کجا میریم. و به همین خاطر به نظر من یه مقدار بعضی از رفقا اولا باید از این حالت سکتاریستی اعتراض کنیم که حالا فکر کنم با همین الان تمام
به اصطلاح گنجینه آگاهی دنیا رو در دست دارم، جز اینم هر کی بگه به اصطلاح چرت گفته. یعنی باید واقعا بفهمیم در این مرحله ابتدایی احترام به حق گرایش های نظری خیلی مسئله مهمیه. یعنی فوری هی برچسب هم به همدیگه نزنیم، فوری هم حیوی نیفتیم دنبال به اصطلاح از حالا به اصطلاح این فرقه رو سفت کردن. نه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم، چون هنوز روی مبنای سفتی بنا نشده. من همون رفیقی مثلا میگم، رفیق یاشار، اصلا شما رو صرفا عنوان نمونه دارم میگم، اصلا منظورم محتوای صحبتش نیست. مثلا میگم ما که رفیقمون یاشار میگه نه این مثلا رفرمیسته، این فایده، من اول باید ببینم خود رفیقمون یاشار تو چه استراتژی ایستاده، تو چه برنامه ایستاده. دارم به عنوان نمونه میگم، اصلا منظورم یاشار، حال هر کسی این حرفو بزنه. یعنی ما رفقا که میگیم ولی ما انقلابی هستیم، من از کجایی رو بدونم؟ من باید اول بدونم شما که میگی انقلابی هستی رو چی بنا کردی این حرفتو، استراتژی ده، برنامه چیه، به صدا چجوری میبینی این مبارزه رو، وضعیت طبقه رو چی، اینا رو باید بدونم دیگه. همین که من بگم انقلابی هم، خب خیلی هم میگن دیگه، این همین که خیلی هم خوش میگن سوسیالیست. گفتم ما از زمان مارکس سوسیالیسم فئودالی بورژوایی خورده بورژوایی رو هم داشتیم، هنوز هم داریم، اتفاق بیشتر هم شدن، نه تنها کمتر نشدن بیشتر هم شدن، به خصوص در ایران که ماشاءالله اینا غالب غالبن، همه جا رو گرفتن. بنابراین خب من باید میگم ماها برای اینکه با هم بتونیم بریم جلو، باید در ضمن از این مرحله، از این حالتی که نقدم رسیدیم به اونجا، هم احتراز کنیم. یعنی هنوز ما در مراحل ابتدایی هستیم، هرچند من تکی، شمای تکی ممکنه جلوتر از یه عده دیگه ای فکر کنی هستی، ولی در مجموع که نگاه کنی هنوز در مراحل ابتدایی هستیم. درچه احترام به حق گرایش و برچسب سری و بی خود به این و اون نزدن به نظر من مسئله مهمیه. بتونیم یه همچین جوی، یه اتاقی ایجاد کنیم، کارگری، و واقعا مرتب این جلسه داشته باشه، این مسائل رو به گفتگو و بحث عمومی بذاره، و در ضمنش و در حین همین کار، از دل همین کار، اون به اصطلاح جریاناتی که دارن واقعا تدارک میبینه از انقلابی رو هم با هم دیگه پیدا میکنیم. این پیشنهادم که من الان تقریبا میگم یه سال دارم میدم دیگه. خب رفقا جدی بگیرین دیگه پیشنهادو، یا یه پیشنهاد دیگه بدین، یا بیاین سر این ایدهی که عملیست، نقدنم انجامش دادیم، خودتونم میدونین میشه کرد، بریم جلو ببریم. نه من چی میگن، حرف دلمو زدم. خب ببین رفقای قدم اولم میدونن من از اول یکی از اعضای غیر عضو قدم اول بودم، همیشه از اول مدافع رفقا بودم و همکار و همدل رفقا بودم. ولی جدی میگم بابا دیگه بس دیگه، الان بیاییم با هم این یه ظرف بزرگتر ایجاد کنیم، یه ظرف بزرگتری که بتونیم این کار رو با هم انجام بدیم و جلو ببریم.